آرمان جان سلام. سلام آرمین جان، حالت چطوره؟ صدامو داری؟ بله، بسیار عالی. اینکه از جان اف کندی گفتی، الان با توجه به این کوتش من حدس میزنم اون اف وسطش واسه چیه؟ اوکی. بعد خواستم آدم خوبی بود، ولی خب بگو. آره نه، با توجه به این کوت اخیری که گفتی، به نظر من باید هر نفر، هر انسانی اندیویجوالیزمشو داشته باشه. یعنی مثل کمونیست نباشیم که بخوایم افراد رو فردیتشون رو بگیریم و مثلا ملیگرایی بهشون بدیم یا جهان وطنی بهشون بدیم. به نظر من باید هر کسی به خودش افتخار کنه، به خانوادش افتخار کنه، به قومیتش افتخار کنه، به ملیتش افتخار کنه و به جهان، به زمینی بودنش افتخار کنه. و اینا که شد جمع‌گرایی به جای فردگرایی. نه، اندیویژوالیسم میشه هم فردگرایی. خب شما اگه میگین به قومیتش افتخار بکنه، به ملیتش افتخار بکنه، اینا چرا افتخار بکنه؟ اینا جای افتخار نداره. یعنی بگو. میدونی هر انسانی هر اکشنی که انجام میده یک جهتی داره، و وقتی شما یه حرکتی انجام میدی، اگه در جهت منافع شخصی خودت باشه و در جهت منافع خانواده، قومیت، کشور و جهان باشه، این بهترین حالتشه. و ما قوانین رو معمولاً، قوانینی که انسان ها میذارن، معمولاً میذارن تا تمام این منافع در یک راستا قرار بگیرن. و به خاطر این میگن باید افتخار کنن، چون توی مدیریت میگن وقتی میخوان به کاری بکنین که کارگر با عشق و علاقه مثلا کار بکنه، واسهش باید اسطوره بسازین. اسم اون شرکت، اسم اون کارخونه یا اسم اون کشور، مثلا اگه ایرانی باشه مثلا میدین ایران بخوره روش، باید بهش ارق بدین تا با تمام وجودش تلاش کنه، پیچا رو محکم ببنده، کمکاری نکنه. و این با این حرکت شما هم ارق ملی بهش دادین، هم باعث شدین اون شرکت بالا بره، هم اون کارگر لذت میبره از کارش و هم منافع اقتصادیش. آره ببین، من به نظرم این چیزهایی که مثلا افتخار ملی و اینا معمولا برای استفاده میشه به خاطر اینکه اون کاربردی رو که برای یک شهروند یا برای یک کارگر باید وجود داشته باشه وجود نداره. خب یعنی برای همین با یه سری چیزای توخالی بدون کاربرد اینا رو میخوایم پر بکنیم، به خاطر اینکه بیشتر برای جنگ استفاده میشه. آره همه جا. خب مثلا شما گفتیم باید مثل کشور، مثل کمونیست نباشین. خب ببین، اونا هم از همین چیزا استفاده میکردن. خب یعنی مثلا مردم فقیر بودن تو مثلا کشور کمونیستی، مردم مثلا کاری که میکردن اون حقوقی رو که باید میگرفتن نداشتن، یا اون سبک زندگی رو که میخواستن نداشتن. به جای اینکه اون چیزا رو بهشون بدن، میگن که بیاد افتخار بکنید مثلا به شوروی بزرگ و فلان و این چیزا، به خاطر ملتتون دارین این کارو میکنین، یعنی بیاین خودتون قربانی بکنین، وفادار باشین. اینا رو معمولا برای این میفروشن، این عقاید برای این مردم میفروشن، به خاطر اینکه اون خدمتی که باید بهشون بشه یا اون کاربردی که اینا باید از کشورشون یا از کارشون باید داشته باشن رو ندارن. و چون این کاربرد وجود نداره، اون حقوق وجود نداره و اون سبک زندگی وجود نداره، اینا رو دارن بهشون میدن که ساکت باشن و قبول بکنن شرایطشون رو، و اینو به عبارت دیگه دارن جای اون چیزی بهشون میدن که باید میدادن. یعنی شما لازم نیست به مردم این افتخارهایی رو که دارین میگین باید داشته باشن، اگه شما مردم از سبک زندگیشون راضی باشن، حقوق کافی بگیرن،
به این چرت و پرت ها احتیاج ندارن. میدونی نظرم چه؟ یعنی اینا راضی هیچ وقت شما نمیبینین که ببین من دارم یه کار خیلی باحالی دارم و حقوق خوبی هم دارم و خوبم داره به من رفتار میشه سر کارم و خیلی هم راضی هم از سبک زندگی، ولی متاسفانه وقتی که من دارم این چیپ کامپیوتر درست میکنم افتخار قومی توش وجود نداره، افتخار ملی هر کسی یعنی احتمال شکایت در این چیزا وجود کم خواهد بود اگه شما همه چیزشون رو راضی نگه دارین. خب و برعکس اتفاقا شما اگه به یک کسی مثلا از کارش راضی نباشه، از کشورش راضی نباشه، بعد بگیم نه خب ساکت شو، شما به خاطر کشورت باید ساکت باشی و قبول کنی و باید افتخار بکنی، اون موقع است که این شخص باید شاکی بشه. خب من میگم از افتخار اصلا من معنی افتخار به قومو نمی... افتخار به ملت، افتخار به قومو نمیفهمم. شما خودتون دارین میگید ما باید اندیویدوالیست باشیم یا باید فردگرا باشیم، پس من برای چی باید افتخار بکنم به چیزی که من مسئولش نبودم؟ خب یعنی افتخار به چیزی که من به وجود من افتخار میکنم به تاریخ ایران، افتخار میکنم که فلان مثلا کوروش این کارو کرد، فلان کس این کارو کرد، من که نبودم، من برای چی باید افتخار کنم؟ من باید افتخار بکنم، من میتونم لذت ببرم از تاریخ، خب میتونم از تاریخ لذت ببرم، میتونم مطالعه کنم برام جالب باشه، ولی افتخار به چیزی من باید بکنم که خودم مسئولش بودم. درسته، واسه همین گفتم در مرحله اول باید به خودمون افتخار کنیم. خب بعد اینم که میگی من چرا باید مثلا به گذشتم افتخار کنم، ما انسان‌ها فقط پدر و مادرمون نیستیم، فقط خود تکمون نیستیم، ما made in by millions million people-ایم و این اسطوره هایی که داشتیم ما رو به اینجا رسونده. از بت پرستی بگیر، از توتم بگیر، از خدا پرستی بگیر، تا اینجا که مثلا به علم رسیدیم و الان داریم توی دنیای تقریبا مدرن زندگی میکنیم، این مراحل ما باید به همش افتخار کنیم. باید توضیح نمیدی چرا؟ من که نگفتم اینا باعث به وجود ما نشده. خب خب ولی من افتخار باید برای چیزی باشه که من توش نقشی داشتم، نه اینکه افتخار برای نباید برای روی اون چیزایی باشه که اونا روی وجود من نقش داشتن. خب بایدش به خاطر اینه که یونیفیکیشن ایجاد میکنه، اتحاد ایجاد میکنه. مثلا من دارم یه اکشنی انجام میدم و فکر میکنم درسته و به اون افتخار میکنم، و برای اینکه این به خانواده من بتونم افتخار بکنم، سعی میکنم بهشون یاد بدم که مثلا این اکشن، این عمل کرد، این اقدام درسته، و سعی میکنم که اونها رو هم قانع کنم مثلا آدم نکشن، مثلا نمیدونم علمگرا باشن، و اینجوری من هم دارم به خودم افتخار میکنم چون خودم فکر میکنم دارم کار درستی رو انجام میدم، هم باعث ارتقاء خانواده میشم چون دارم اونا رو آگاه میکنم و سعی میکنم اونها هم رشد کنن. همینو پله پله بیا تا جامعه، تا قوم، تا کشور، تا جهان. و من فکر میکنم شما هیچ احتیاجی به افتخار به قوم یا میهن وجود لازم ندارین که بخواین اینا رو تبلیغ بکنین. خب شما فقط کافی انسانگرا باشین و دلتون برای انسان‌ها بسوزه. خب که اینم کاملا فردگرایی هست، بخاطر اینکه ما میل داریم به اینکه محبت بکنیم و یک کاربردی داشته باشیم برای کسای دیگه، یعنی کاملا فردگرا هم میتونه بشه. ما اتفاقا ما بخوایم اینو تبلیغ این چیزا رو تبلیغ بکنیم، قومگرایی و میهنگرایی مانع این میشه. خب شما اون وقت آدما رو میذارین تو گروه های مختلف و به جای اینکه همه رو یکی ببینید میگین خب اول این قوم، اول این، بعدن بقیه میهن، اول میهنم بعدن بقیه دنیا. خب من اتفاقا میگم اگه میخوایم یه سری عقایدی رو یا یک سری روشای رو تبلیغ بکنیم، باید اتکا بکنیم به منطق اینکه چرا اینا کاربرد بیشتری دارن، به جای اینکه بیایم
از یه چیزایی مثل قومگرایی و میهنگرایی هم استفاده کنیم. همون چیزی هم که شما گفتین درباره خب این برای اتحاد لازمه، ببین اتحادی که بر اساس قومگرایی یا میهنگرایی یا چیز یا دینگرایی این چیزا باشه اتحاد پوچیه. خب یعنی اتحادیه که به جای اینکه اتحادیه ما باید بتونیم مردم متحد بکنیم به وظیفه قانع کردنشون بر اساس اینکه چی براشون سود داره و چی براشون کاربرد داره، نه به خاطر اینکه خونشون یکیه، قومیتشون یکیه یا میهنشون یکیه. خب اینا یک کلکه، اینا یک دروغه که باعث سوء استفاده از مردم میشه. چون اگه اتحادی رو ما بخوایم به وجود بیاریم بر اساس به وجود اومدن یک سود، یک کاربرد و یک فایده ای برای مردم، اون وقت این مسئولیت بر ما میشه که یعنی فشار میاره رو کسایی که میخوان اتحاد بیا وجود بیارن برای نشون دادن یک کاربرد یا یک سیستمی رو به وجود بیارن که هر کسی وارد این سیستم بشه داره ازش یه چیزی میگیره. و چون این فشار رو اون سیستم میاره که حتما این اتحاد فقط بر اساس اون کاربرد باشه، کاربرد تو اون جامعه بیشتر میشه. یعنی شما اگه اتحادتون رو بذارین بر اساس قومیت، ملیت یا چیزای دیگه، این فشاری که این کاربرد رو برای مردم به وجود بیارین کمتر میشه. خب ولی اگه اتحاد فقط به وسیله نشون دادن فایده و سود و کاربرد برای مردم باشه، اون وقت اون سیستمی که داره سعی میکنه این اتحاد رو به وجود بیاره فشار روش میاد که سودگرا باشه برای شهرونداش، برای هر کسی که تو این سیستم داره فعالیت میکنه یا تو کار یا هر چیز دیگه. این به نظرم یک چاقوی دو لبه است، یعنی میتونه هم در راستای سازندگی باشه هم در راستای تخریب و جنگ و حمله و کشتار و اینا. و مثلا شوروی اگه شما نگاه کنین خیلی جوک‌های خودتحقیری دارن، چون که یعنی ملتشون رو خودشون رو تحقیر میکنن به خاطر اینکه نتونستن سازنده باشن، نتونستن مثلا تولیداتشون در حد تولیدات دشمنشون باشه، آمریکا باشه، و این باعث شد مثلا چیز بشه. یکی از دلایل فروپاشی شوروی مثلا همین از درون پوک شدنش بود. و آرمان جان ببین، شما فکر میکنین اون تحقیرها باعث پوک شدن بوده، ولی نه، چیزی که قبل از تحقیرها باعث پوک شدن بود از درون نبودن تولید بود. اتفاقا مثالت خیلی مثال خوبیه. خب تو فکر میکنی مشکل اون تحقیرها بود، خب در صورتی که این تحقیرها نشانه یک مشکل بزرگتر قبلش بود، نبودن کاربرد، نبودن فایده، نبودن سود برای شهرونده. خب مشکل اولیه اونه، اینا فقط نشانشه. یعنی اون تحقیرها نبود که این باعث شکست بشه، اون نبودن کاربرد بود که قبل از این اومد. حالا اسمش هم شما میذارین تحقیر، من تازه میتونم بگم شما اسمش رو میذارین تحقیر، من میتونم اسمش رو بذارم نقد، که واقع بینی واقع بینی. اتفاقا اون به جا هست، اون چیزایی که شما دارین میگین اتفاقا اون باید باشه. یعنی مردم اگر شهروندای کشوری اگه مشکلی دارن از این که مثلا کاربردی کمه، سود کمه برای شهروندا، اتفاقا اینو باید ببینن و باید بگن. اون مشکل بودن اون نیست، مشکل چیز مشکل از قبلش ریشه‌اش تو اینه که این سیستمی که مثلا شوروی سابق داشت سیستم کاملا نفع رسانی نبود. دقیقاً. آره، ولی فرض کن اگه مردم روسیه اصلا هویت ملی نداشتن، اگه مردم شوروی هویت ملی نداشتن، اون موقع آیا اینو بیان میکردن؟ نه. خب ببین، من نمیگم هویت ملی نداشته باشیم، هویت ملی داشته باشیم بر اساس، ولی نه بر اساس که خاک ما مقدسه، خون ما رنگین تره، قومیت ما برتره. من میگم هویت ملی داشته باشیم بر اساس اینکه ما یک سیستم خیلی پرکاربرد اینجا پیدا کردیم. خب ما یک دولت خوب، حکومت خوبی داریم، یک روشی پیدا کردیم که داره جواب میده و بخاطر و این ما داریم به این، ما این یه چیزیه که دفاع باید ازش بشه، چون ما داریم ازش سود میبریم به نفعمونه. و این باید بشه هویت ملی به نظر من. درسته، این همین هویت ملی یک اسطوره است و تقریبا اگه همه افراد یک جامعه برای به اون اسطوره احترام بزنن و بهش افتخار کنن،
که منافع جمع و منافع جمع و حفظ میکنه تو ایجاد میکنه به اون افتخار کنن یک اتحادی شکل میگیره که همه در خدمت اون کشور و حالا امیدواریم که اون در خدمت اون کشور برای سازندگی باشه نه برای صدور تروریسم نه برای جنگ نه برای تجاوز ببین آرمان جان من اتفاقا با تو هم موافقم که اسطوره سازی چیز اسطوره البته اینجا معنیش چیزی با چیزی که خیلی فکر میکنم فرق میکنه خب این نقش داره و کار و میشه ازش استفاده کرد خب ولی ما چه داستانی رو باید اینجا بگیم خب موضوع اینه که چه داستان باید چی باشه خب داستان باید آیا این باشه که این یک کشور این یک خاک مقدسه و این یک نژاد آریاییه و این یک تاریخ مردم فلانه که ما از مردم این کشور هستیم و به خاطر همین هیچ وقت شکست نمیخوریم و فلان و بهمان و اینا و یک روح مقدس چه میدونم الهی یا اهورامزدایی داره از ما دفاع میکنه این بعد اسطوره ما باشه یا اسطوره ما باید این باشه که ما تونستیم یک روشی پیدا بکنیم که مردم این کشور رو داره بهش سود میده و ما داریم از این منابع کشورمون به طور خیلی مفیدی استفاده میکنیم و این سیستمی که ما پیدا کردیم دیدیم که توی چند سال گذشته چقدر از قبلا بهتر بوده و اینو ما نباید از دست بدیم این یک چیزیه که ما کلی هزینه داده شده که تونستیم به اینجا برسیم که اینقدر مردم الان شهروندان این کشور نگاه کن چقدر مثلا رفاهشون و امنیتشون رفته بالا ما یه چیز خیلی خوبی اینجا پیدا کردیم و این ارزش داره و ما باید حتما ازش دفاع کنیم چون اگه از دستش بدیم دوباره برمیگردیم به اونجایی که بودیم و میتونیم داستانهایی که چجوری به اینجا رسیدیم ما صحبت بکنیم ازش و داستانها یاد بگیریم که چجوری به اینجا رسیدیم و چجوری باید ازش دفاع کرد یعنی اسطوره من نمیگم اسطوره نسازیم خب و من اینجا البته اسطوره واقعیه این داستان تخیلی نیست از جوابی نداره حالا بعد من توضیح آره ولی این داستانی را که ما میگیم باید به نظر من داستانایی باشه که بر اساس حقیقت باشه یک و باید هم بر اساس کاربرد و منافع شهروندا باشه نه بر اساس مثلا برتری قومی ور بگو تو اسطوره رو اگه میخوان بدونید مثلا منظور از اسطوره چیه تو کتاب یوال نو هراری داره مثلا از پژو مثال میزنه که آدم ها گرد یک اصولی ارزش هایی گرد هم میان و در جهت اون فعالیت میکنن و این که من میگم ما به اسطوره هامون افتخار کنیم منظورم نیست مثلا بریم بسترم. یک نفر تو تاریخ پیدا کنیم آره ما باید اسطوره کنونی و لحظه ما منافع شخصی تک تک ماست که ما باید قوانینی بذاریم که این منافع شخصی ما در راستای منافع ملی ما باشه و در راستای منافع جهانی باشه یعنی خوشا آن روزی که بیشتر کشورهای جهان منافع ملیشون با منافع جهانیشون با منافع تک تک شهرونداشون تا جای ممکن همراستا باشه همیشه هم 100% نمیتونه همراستا باشه اون ما توی دنیای من باید برم سراغ کسای بعد ولی یه چیزی بگم ببینم تو آیا فهممون یکی اینجا از این معنی اسطوره یا نه ببین مثلا جوری که ما داریم از کلمه اسطوره استفاده میکنیم الان یک چیزی مثل پول یا مثل شرکت اینا هم اسطوره هستن خب بله بله آره پس یعنی مثلا وقتی به یک شرکت نگاه میکنیم به عبارت دیگه یک داستانی به خودمون گفتیم که مثلا هیچ حقیقت واقعی مثلا تو طبیعت نداره یک قرارداد خب یعنی مثلا به خودمون قبول کردیم که مثلا پول مثلا این یک چیزیه که یک ارزشی داره خب یعنی به طور ذاتی هیچ ارزشی نداره ولی این یک داستانیه که تعداد کسایی که این داستان رو قبول بکنن باعث میشه که بتونیم هممون با یک اسطوره کار بکنیم و این اسطوره کاربرد داشته باشه به خاطر اینکه هممون این اسطوره رو قبول کردیم یعنی معنی این اسطوره اینجا اینه نه اون اسطوره که مثلا بله بله من اگه 30 ثانیه وقت بدی من فقط بگم ایدم یعنی ایدئالم برای این که میگم به خودمون افتخار کنیم به ملیت و قومیتمون افتخار کنیم این برای سازندگیه
یعنی مثلا من خیلی دوست دارم فدرالی باشه، مثلا کشورها قوانین محلی باشه، اگه یک جایی دوست دارن به زبان محلیشون درس بخونن اجازه شو داشته باشن، اگه دوست دارن قوانین حتی اسلامی هم داشته باشن اونجا داشته باشن و تنها با هم دیگه زیر یک چتر با هم همکاری کنن، یک امنیت ارضی داشته باشن و برای خودشون پرچم داشته باشن، حتی 4 سال یک 4 سال توی المپیک با پرچم قومیتشون حاضر بشن، 1 سال 4 سال بعدش با پرچم کل کشور حاضر بشن. آرمان گفتی 3 ثانیه ولی گذشت 3 ثانیه ولی یه چیزی آخر بحث یه چیزی شروع کردی که این خودش کلی، یعنی همین آخرش اینو گذاشتی که من دیگه نتونم جواب بدم، ولی خودش کلی بحث داره الان من جواب نمیخواستم بدم. باشه یه موقع دیگه از امن اینو گذاشتی آخرش که من دیگه نتونم جواب بدم، مثل قصه 1001 شب شد. باشه مرسی آرمان جان، باشه فعلا خدا حافظ.